سلام، به برنامه داود سلطانزای خوش آمدید. اقتصاد افغانستان در 10 سال اخیر بحث است وسیع، تأثیر آور و گردانندگان بزرگ آن یک گیده آنها قابل محاکمه است. قابل محاکمه به خاطر از اینکه ظاهرا همه ملامتی ها را بالای عوامل دیگر و علل دیگر و ظاهرا در مورد تطبیق پالیسی ها و پروگرام ها و قوانین اظهار بیچارگی میکنند که این اظهار بیچارگیشان برای مردم در مرحله اول گاه گاهی قابل قبول و چهره های بیچاره اینها عقبه جانب جلوه میکنند، در حالی که امین بیچاره ها با استفاده از امین اقتصاد، در حالی که برای تطبیق پروگرام ها برای مردم افغانستان اظهار بیچارگی کردند، در عین زمان برای خود ثروت های به پایان اندوختن و توان اقتصادی خود را با اندازه پیش بردن که برای خود یک اقتصاد با کفایت پرکفا و افغانستان را در یک مخمصه و تراژدی بزرگ اقتصادی قرار دادن. سوال خلق میشه که آیا فلسفه اقتصادی که اختیار شده نادرست است و یا آیا گردانندگان سبب ناکامی شدن و یا ای که عوامل دیگه هم وجود داره؟ در هیچ شک نیست که کسانی که گردانندگی اقتصاد افغانستان با عهده دارن، یگیده آنها اشخاص با فهم بودن، از دیدگاه علمی فهم عمیق داشتن، اما در تطبیق پروگرام ها، در تطبیق فلسفه های اقتصادی در افغانستان عاجز آمدن. امروز مردم افغانستان از گزند مشکلات اقتصادی روز به روز ضعیف شده میروند و روز به روز ناتوانی اقتصادی مملکت و وابستگی ما به اقتصاد ممالک همسایه و دوردست به اندازه است که ما حتی واردات ما به کیفیت‌ترین واردات در جهان و مردم ما در گرو انحصار طلبان و محتکرین هستند که نمیدانیم مردم چی بکنن، نمیدانیم مردم به کجا بروند و از کجا آغاز کنیم. برای اینکه بحث ادامه بدیم به مهمانان عزیز خود بپیوندیم. آل مهمانان عزیز خود خوش آمدید میگیم. خاقلی محمد یونس ویار خصوصی متشبس به ساختمانی چارکی او خاقلی شیرباز کمینزاده ده افغانستان ده صنایع و ده سرتاسری اتحادیه رئیس. خاقلی کمینزاده نه به شروع وکو، د افغانستان اقتصادی موضوعات خو ډیر وسیع بحث دی سي په ټولو باندې نشپنس بخږیدی، همدومره به اکتفا وکړو چون صنایعو پورې مربوط موضوعات ډیر مهم دي د افغانستان د اقتصادي زیربنا لپاره. د شروع به وکړو د دې نه چې اوله په لومړیو کلو کې په افغانستان کې صنعتي پارکونه جوړ شول، هم په کابل کې، هم په هرات کې، هم په مشرقي کې، په نورو ځایو کې ورته امکانات برابر شول او ځینې خلکو پانګه واچوله، پیسې را وړې، فابریکې جوړې شولې او یو تعداد زیات فابریکې اوس بیکاره پاتې دي. په داسې حال کې چې هماغه مماثل مواد د باندې نه واردوو او موږ کولای سوای چې د یو ښه مالیاتي قانون په چوکاټ کې او د قانون د تطبیق په چوکاټ کې دغه خام مواد دلته وارد کړو او بعضې شیان دلته تولید شي. په دې باندې تاسو نه غواړم چې یو د قانون په ارتباط بحث وشي چې کوم نیمګړتیاوې په قانون کې موجودې وي او نور عمومی اساسی بحث داده چې ولی دا دغه یو توتیه و نیخکاری ماته شد، ولی دا توتیه موفق سول است دا صنعتی پارکونه اوس ویجار پراته دی. بسم الله الرحمن الرحیم. باید عرض بکم چې حقیقت دوه بخش دی چې یو د افغانستان د پرایویت سکتور یا د خصوصي سکتور کسان دي چې هغه د یو طرفه دولت دی، دا نشي کولی چې تنها خصوصي سکتور راشي او سرمایه ګذاري وکړه او دولت هغه حمایه نه کړه او دا به یوه ښه نتیجه ورکړه. افغانانو، تجارانو، صنعتکارانو د هیواد د ګوټ ګوټ نه، د بیرون ملکونه،
په غونډه دنیا کې چې ور ودانګل او په ډېر مینه او اخلاص باندې د خپل وطن خدمت ته ملا وتړله او راغلل. هغه څه مهارتونه یې چې په نورو ملکو کې زده کړي وو او هغه یې راوړل د خپل ځان سره په افغانستان کې سرمایهداری په هیله. دلته د دولت وظیفه دا وه چې دوی ته مځکه ورکړه، دوی ته برق ورکړه، دوی ته حمایه ورکړه، دوی ته په ځینې ځایونو کې حتی مشوره ورکړه، اما دغه هیڅ ونه شول. ژوندی مثال زر پخایم چې په یو کال حتی په دوو کالونو کې تر 8000 جوازونه د آیسا په بخش د انویستمنت یا سرمایه گذاری که ورسیدل چې خلکو تقاضا لرله، خو دوی بدبختانه ورته مځکه ورنه شوی کړی، دوی بدبختانه ورته امکانات نشوی ورکړی او هغه حمایه نشوی کړی. نتیجه یې دا شوه چې نن دغه څه مشکل چې د موږ ملک تر روان دي دومره غټ مارکیټ موجود و. زه په ایمانداری سره درته ویلی شم که چیرې دولت دا یو استقامت ورکړی وای، نن د مارکیټ موجود و او هغه فابریکو به ډیره ښه و رشد کړی و. نن به موږ ضرورت دوته نه لرلو چې موږ په زرها وټنه مال د بندر عباس نه او په زرها وټنه مال د کراچۍ د بندر نه وارد کړو. په دې خپل ملک کې به حتی 60% مواد خو به ټول تولیدېدل. دلته زموږ خپل د مالیاتي قوانینو اثر په دې باندې څومره و چې اوله کې موږ یو سیستم د مالیاتي درلود، بله، بیا په د لوبې په منځ کې دا تغییر ومونده او بل شی وسو. د دې اثرات څنګه و؟ دا اثرات ډېر منفي اثرات په دې ولرل. دا منفي اثرات ولرل ځکه چې ولې د فابریکې ودرېدې. دلته باید څوک پوښتنه وکړو دا وشي چې خلکو په خپلو پیسو حتی مځکې واخیستلې. زه د تاسو د دغې سوال سره ډېر موافق نه یم، دې نظر سره چې هغه پارکونه جوړ شول. پارکونه په افغانستان کې څو پارکونه جوړ دي؟ تنها په کابل کې د آیسا چې ډېر زحمت او تکلیف وایستله، یو پارک په کابل کې د جمع محمد محمدي پارک جوړ کړو چې د اوس حتی مځکه نشته که بلند منزل وي د مشرانو هغو ته مځکه ډېره ښه پیدا کېږي، خو پارکوی صنعتي ته مځکه نشته. تاسو که موافق یاستئ که نه، ما سره که مګر ما عیني لیدلی دي چې په بیرات کې څو سوه فابریکې ټول پرچا به ولاړ دي. طبعا ودرېدلې، یعنی نظره شرکتونو درخواست ورکړه د مځکو، نظره شرکتونو آماده و چې سرمایه ګذاري وکړه چې ورته مځکه ورنکړه. د نوزرو شرکتونه 300 څلورو شرکتو ته یې ورکړه، هغه 400 شرکتونه یې حمایه نشوای کړل. ځکه حمایه نشوای کړی چې خام مواد چې کله موږ دلته موږ خام مواد واردوو، هغه پاخه موادو تعرفه ګمرکي حتی کمه وه. تر اوسه سوال پام دی باندې بیا راځو په دې باندې. تاسو د دې لوی لوبې په چوکاټ کې یو برخه کې کار کوئ، فرضاً ساختماني موضوعاتو کې. د ساختماني برخې لمده مشکلات د یو متشبث په حیث تاسو ته څه شی ښکاري؟ هم د حکومت په برخه کې او هم د موادو د حاصلولو په برخه کې او هم د خپله د متشبثینو مشکلات هم باید نواقص باید دلته ورباندې خبرې وسي چې هغوی هم قراردادونه چې اخلي درست کار نه کوي کله کله او د کار کیفیت خراب وي. دا هم یو ضریب دی، یو علت دی. مشکلات زیات دي، نه پوهېږم چې کوم ځینه شروع کړم یا کوم ځینه تاسو ته ووایم. په افغانستان کې کوم ماسی یا انجوګانې یا کوم کومک رسوونکي هغه څه راغلي دي په افغانستان کې، نو زیات مشکلات شته. دوی په دې نامو باندې چې موږ د افغانانو سره کومک کوو یا افغانانو سره مرسته کوو، مرسته دوی نه کوي. اغه اول لاس څومره ست باید وسی عمده مرستې شي؟ مرستې دا دی باید افغانان ته د کوم کومک څه کوي یا کوم پروژې چې په افغانستان کې پلې کیږي دا باید افغانان ته ورکي. اول لاس پروژې دوی اول افغانان آماده دي ټول چې دغه ټول شان ورته ورکړي چې د دې ظرفیت موجوده ده؟ دې ظرفیت فعلاً په افغانستان کې افغانان کار کوي، افغانای انجینر کار کوي، افغانان کارګران مشینری ټول افغانان دي. خو خارجای راغلی دا د یو ارکنډیشن لاندې دی، خپل کمپیوټر سر ته ناسته، څه پیسې چې راځي بیرته خپل غټو ماشو باندې بیرته ځان سره بیاسي. که دا پروژې افغانانو ته ورکولی سي او افغانان خپله کار پوه وکړي او دا پیسې هم دلته پاتې کیږي او مفاد به هم خپل افغانانو ته وي. او راغلو دې ته چې د افغانستان دولت د افغاني تاجرانو سره یا افغاني شرکتو سره څه کوي؟ بدون د یغه نه څه
دوی خپل افغانی شرکت یا کومه وزوري نور هیڅ مرسته دی افغانی هغه سره نه کوي. یو بل څه چې جریان لري، یو بله خوا د موضوع دا ده چې فرض وکړه لوی قراردادونه راځي، خارجان اصلي اوله مرحله کې قرارداد اخلي، بیا به دوام ګروپ باندې خرڅوي، بیا دوام ګروپ، دریم، څلورم. افغانان ولې هغه آخري ګروپ دي چې دا قرارداد اخلي ولې اخلي؟ ولې مراجعو ته شکایت نه کوي چې دغه قرارداد چې زه اخلمه د آخري مرجع پیس چې د اجرا کوونکي پیس دا خو مندار زه مجبوره یم چې هغه نرخ چې ورکړی د قرارداد کیفیت، د پروژې کیفیت باید زه ټیټ راولم چې زه وسم کړی چې هغه پروژه تطبیق کړم. دا خو درست کار نه دی چې دا کار کوو. ولې یو اتحادیه نه جوړیږي؟ ولې یو ځای دا کار نه کیږي چې دغه د دې شي مخه نیول شي چې دغه لومړي سړي چې $100 میلیون قرارداد اخیستی او آخري تطبیق کوونکی یې په $100 میلیونو یا $15 میلیونو باندې تطبیقی، د دې توپیر او د دې فاصله څومره زیاته ده؟ دا خو یعنی افغانان پکې رول لوبولی شو. واقعا تبدیل که رول لوبولی شو متاسفانه افغانانو غږ څوک نه اوري. اول انسجام لرو ډېرې سي اغم جوړې کړې دي خو نتیجه نه ده ورکړې. اول لس قرارداد امریکایي ته ورکوي کی غټ قرارداد امریکایي ته ورکوي. زه تاسو ته وغه درکم یو پروژه وي دېش دلته امریکایان هم دي او نور خارجیان هم دي. نه ټول قراردادونه خو هماغه خپلو ملکونه دوی اخلي، خپلو ملکونه اخلي خو هغه بیرته خپلو ته ورکوي. هو ممدار دلته یو شیر د دغه شیر په زړه سه وای د موسو انجوګانو به څه نه وایم، بس دومره وایم چې خیرات زموږ په نوم راوړي، پښې ته راتاو کې د خپل کور خیرات په خپله وخوري، ته وایې کرځی لاله د کومې سوړې خوله بنده کړي. دلته خیرات هم راوړي د افغانستان په نوم باندې، بیرته یې خپله خوري. غټې پروژې راسي خپل دوی واخلي، لږ لږ $100 میلیونو پروژه وي. تاسو په دې لوی جرګې کې وایي که نه کوم یو؟ نه نه وایي که نه. ولې هغه ځای کې یوازې د دې چې د دې لپاره چې وایي راځه زموږ کور جارو کوي، وایي باید دې موضوعاتو باندې خبرې سوي وایي که نه؟ زه فکر کوم چې همدغه جرګه چې تېره شوله نه، ډېر تخصصي موضوعاتو باندې خبرې ونه شولې. دغه یو لویه موضوع وه چې باید دا بحث سوی وای. د صنفي اتحادیو نه، د اقتصادي سکتور نه هیڅ داسې یو غږ جګ نه شو هلته. آیا څوک نه وو که څنګه شوله؟ زه په جرأت سره باید وویلی شم چې دا کوم څه چې موږ پرایویټ سکتر په دومره وخت کې رشد ونه کړ، حمایه نه شو، دا یوه ډېره لویه دسیسه ده. که چیرې دلته پرایویټ سکتر موږ په متکی په خپل ځان شو، خپل تولیدات ولرو، دا ښکاره او جوته خبر ده چې دوی به بیا د خپل امتا او اموال چیرته خرڅوي. نو بیا خو موږ په خپلو پښو ودرو، بیا خو موږ د چا احتیاج نه یو، بیا خو په موږ باندې څوک بندیز نشي لګولی چې د موږ لار باندې بنده کړه، بیا خو په موږ باندې کومه حربي نشي چلولی چې هغه خپل څه د دې زړه د هغه په موږ باندې تطبیق کړه، خو نشي کولی په خپلو پښو به ولاړ وو، خپل مواد ولرو. ما بېګا د تلویزیون واورېدل په هلمند کې دی کوشش کوي کوکنار بند کوي، اول ته پخته په دې قانون کړلې او پخته به کیارګون اوس وکړله او پخته ته اوس څوک نشته چې واخلي، مارکیټ نشته اوس په دې کې نشي کولای چې مارکیټ شته. مارکیټ جوړون کوي نشته، مارکیټ شته، مارکیټ داسې دی چې حتی زه خپل من هایسته و تجار د اوس په میاش کې 15000 ټنه پخته د مون یو ملک غوړي. حتی دغه پخته زه اوس وړلای نشم. په خو وخت کې زموږ مال به وادي دوزه بتلو هم ده اوس هم سپین زروی. بله سپین زروی صاحب، تاسو ته کار ده. دا موضوع خو د اقتصاد یو لوی بحث ده چې تولیدات لپاره مارکیټ جوړول. مارکیټ جوړول خو هم دولت باید پکې سهم ولري او هم د تولید کوونکو یو فشار باید. بله فشار باید وي. دغه فشارونه اوس د موږ هغه څه چې برون ته موږ که هسته وو، برون ته نور کله د پخته تلله په ټولو وختو کې د افغانستان پخته ته راځه به کراچۍ د بندر د لارې تله. اوس دوی څه وکړل؟ اوس پخته ته نشي وړی. کله چې ته تورخم ته پخته ورسي هلته ټوله به هغه اول باید دوا پاشي کړی، بیا د کراچۍ د پورټ نه لرې یو ځای ورته نیولی چې هغه ځای به ته ورته نیسي، ځکه چې بانه جوړوي، ته مصارفات زیات بیراشي. یعنی ته نشي کولی افغان تجار نشي کولی چې د یو اقتصادي توتی په واسطه د سیمې د حکومت دولتو نه هم اثر راباندې اوس یو ډېر غټ فشاری چې په موږ وستلی هغه دا درته وایم چې په خپله د صنایعو باندې موږ چې کله خام مواد بهر نه راوړو
وس یو کانټینر مواد د کراچۍ د لارې نه نور کله په یو کانټینر مخته په 2500 ډالر یا په 1400 ډالر رسیدلو ته کابل پوری. کله چې دغه معاهده وشوله بدبختانه چې دغه وروسته دغه معاهده یو کانټینر په 15500 حتی په 6000 ډالر ته کابل پوری راسي، نو موږ به څه خل رقابت وکړای شو چې خام مواد راوړو او 3500 ډالر په یو کانټینر کې د پاکستان یا همسایه ملکونو په کراکې زموږ سره فرق وي. د ساختمانی موضوعات یو برخه خو د مواد واردات دي، نه ټول مواد مونږ واردو اکثرا په دې حال کې چې مونږ سیمنٹ هم درلود او دلته تیرم تولیدای شي د افغانستان د نفتی امکاناتو په چوکاټ کې دا بل بحث دی. تاسو د وارداتو په چوکاټ کې د کومې وادونه زیاتره واردات لري د ساختمانی مواد؟ اکثر موږ زیات واردات ته پاکستان، چین او ایتالیا نه او داسې واسو، یعنی تر اوسه تاسو ونسو کولای چې دغه خپل د تاسو واردات یو قوت دی تاسو ته، نه پاکستان نه واردات کوي. او دوی د پختې موضوع سی یاد کړله چې موږ د هغوی ګرګوانان یاسو، ولې داسې یو توامیت نسته چې تاسو او دوی د یو قوت پایسل ته عمل وکړي چې موږ که د موږ موادو سره داسې یو معامله کېږي موږ هم د تاسو نه مواد نه اخلو. دغه شی په افغانانو کې نسته چې دغسې یو قوت یو ځایي قوت جوړ کړ او علیده روان یاستو. شته داسې هغه شته په افغانانو کې افغان وخی افغانستان دولت نیمه کوي، هیڅوک ځان ته نسی کولی چې کامیاب اوسیږي. که چیرته یا تاجر یا خصوصي سکتور د افغانستان دولت حمایه نه کړي هغه ځان څه نسی کولی. که چیرته د افغانستان دولت د تاسو په نظر حمایوي پالیسي که جوړه سي صحیح، کوم شیانو ته زیاتره توجه وسي په دې پالیسۍ کې؟ هغه عمده موضوعات تاسو ته څه دي چې د قانون په چوکاټ کې هغه باید مطرح سي او قانوني باید هغه شیان تطبیق سي؟ د تاسو په نظر څه شیان به یو قانون د قانون اساسي کې 15 ماده کې یو هغه ده چې ټول افغان دی د هغه لاسته راوړنه چې اطلاعات لاسته راوړنه د افغانستان کې نشته، یعنی دولت تاسو ته امکانات او معلومات نه درکوي. تجارت او توقع موضوع څنګه ده؟ هغوی څنګه همکاري لري تاسو؟ هغه ښه دي. او دولت دی ارسکی مسرید تجارت او توقع نه په دولت باندې ډیر لوی حاکمیت لري او ستور د لوی خلکو ورونه هلته دي، نو کولی شي چې ډیر کار وکړي تاسو ته. متاسفانه تر اوسه پورې څه نه دي. څنګه تاسو څه وایئ په دې موضوع؟ د تجارت او توقعونو سره په هر ترتیب موږ خپله د اتحادیې د سربسري صنایع افغانستان دا مسله مخکې د موږ د دې سره اشتراک نه و کړی او همدغه مو یو خواست وه چې د هغو د صنعتکارانو حقیقي نمایندګان هلته نشته او همدغه پرابلم دی چې ځکه هلته تجار او هغه څوک وارد کننده او موږ خپله دلته تولید کوو، دا حتما یو د بل سره ضد دي او منافع تضاد لري. اصلي نمایندګي نشي کولی او نه دا کړی تر اوسه پورې هم نه دا کړی او هیڅ کله د صنایعو نه دفاع نه دا کړی. دا ښکاره ده د افغانستان ټولو خلکو ته راغلم د ځینې مسایلو ته چې دلته په دغه وسطه باید زه اشاره وکړم. موږ 15 عمده درخواست وو چې صنایعو د لسو کالو په جریان کې وخت په وخت د هر یو وزیر د مالیه او د سکتوري وزارتو کې چې څوک په راس کې ارغلي دم وخت په وخت ورسره طرحه کړي چې اول مو ورته ویل چې مالیات تاسو د پیلن د پاره کم کړئ، ځکه پخوا وختو کې مملکتونو 15 یا 13 مملکتونو یو غونډې جامعې جهاني دلته کومک نه کړو، دا بالکل کم کړئ، دا 1% ته راولئ. بل هم ورته وویل چې ځکه د خلکو ته په اختیار کې ورکړئ، بل هم ورته وویل چې برق غم ورته وخورئ، برق ورته ورکړئ او علاوه پر دو کریډیټ ورته ورکړئ. ګوره موږ تاسو ټولو ته معلوم دی موږ 3 میلیارده ډالر په افغانستان بانک کې لرو. 3 میلیارده ډالر 1 میلیارد ډالر هم داسې ولاړل، ټول افغانستان ټول خلک پرې خبر شول. دغه 3 میلیارده ډالر به چیرته کابل بانک هغه هم داسې ولاړل، هغه د څو نفرو په جب کې ولوېد. او که دغه پیسې په دې صنایعو په بخش کې په کم کریډیټ ورکړی وای
دیو صنعتکار ته ویلی و چې ته ورور په امریکا دی جوړه کزې 100 روپۍ درکوم ته په دې باندې دی خپل بزنس تم کې شاپ ورکا مثلا موږ بخپل هر څه موږ د خپل په خپل واکې وو دا اوس ته فکر وکړه چې مثلا دا هغه څوک چې هغه داوا دی دی کوي دیموکراسي د آزاد مارکیټ هغه نن راځي د پولیسو سره او خلکو ته وی چې ته احتکار کړي خلکو ته وایي د خلکو او تا دوکانونه بسته کیوي د خپل مفکوره په ضد یو عمل کو ته فکر وکړه دا که د خپل کنټرول کړای وای د بازار د بازار کنټرول ډیر اسانه وو د نور ملکونو څخه کنټرول کړی دی یوالې نشي کنټرول اولی هغه یو لاري لري خو زده د بده مرغه دا ویلای شما پراس دی امور کی دلته په افغانستان کې چې څوک راشي هغه نو که هرڅه وی جامع الکمالات شي هغه نو زتی بل هیڅ خبر نه مانی نه د تجار خبر مانی نه د دکاندار خبر مانی هغه تجارب چې کله یو دکاندار لري تاسو ضرورت باندې نه خبري هغه د ضرورت نه خبري ما مخته معلومات چې مخ کنټینر څخه راځي مخته معلومات چې په کراچۍ کې په مخ ستیریږي مخته معلومات چې په تورخم کې سر باندې تیریږي کوم پولیس څوک مامور او څوک څومره روپۍ نه خلی حتی په د نورو ملکونو کې تاسو ته ښکاره خبره ده د جوته خبره ده هلته یو دغه اتحادیې وي یا اتاق د تجارت و صنایع و یا فدراسیون د صنایع و په لحظه هر 15 ورځو کې د سکتوري وزارتو سره کښېني سکتوري وزیران حتی د هغو نه پوښتنه کړه عیب نه بولي آر نه بولي ورته وایي ستاسو مشکلات څه دي زه دا پلان لرم دلته مونږ تجارت اتاق وزیر تولیدي خپل نه دلته موږ نشو کولی دلته اتاق تجارت دا داسې جوړ شوی چې تخته د خیز جوړه شوی وزارتو ته هر څوک چې هلته څوک راغلی نه دی هیڅ تجار به نه وي دی به راشي په اتاق تجارت کې ناستی او په پیسو په رشوت باندې 1500 افغانۍ باندې 2000 کسان راویلي او خپل ځان کاندید کړه ځکه چې سبا دی وتوانېږي وزیر شي وتوانېږي کرزي صاحب څه چېرته ولاړ بیا حزب جوړ کی زه دا اوس په ډګری درته وایم په اتاق تجارت کې ځینې کسان پکې کرغلي وي که تجار وي نور خو یو پکې تجار نه دی د دوی معلوم دی یا معاشات ښه ډبل ډبل خلی تجار نه نمایندګي نشي کولی ولاکه د صنایعو نه نمایندګي وکړی شي یوه هر ورځ یو څوک ووایي چې په دغو لسو کالو کې اتاق تجارت او صنایعو د صنعتکارانو یو څه در دوا کړی یوه مقام ته یې ویلي چې د صنایع سره تاسو کومک وکړئ په دغه ځای کې لاند په یو په 1500 متری کې صنعتي پارکونه مګر یو شی چې ده د دوی غږ ډېر جګ ده او د دوی په مقابل کې ډېر کم غږ جګیږي نن شپه تاسو دا جرأت کړی چې زه تاسو تبریک وایم چې دا خبره کوئ مګر عموما د دوی په مقابل کې هیڅ خبره نه کیږي په میډیا کې په اخبارو کې په ورځپانو کې په رادیوګانو کې هیڅ حق د دوی په مقابل کې نه جوړ زده په جرأت تر تویل شم چې دا یو داسې ساده کله صنایع او غاک جک شي نو بیا خو افغانستان په خپل پوو دري کله صنایع نه څوک حمایه وکړو نو زه خو بیا سبا د بل ځای نه جمپر او بوټونه نه واردوم زه به خپل بوټونه لرم د ما په دغه ملک کې به هر څه وو زه دا ډیر په خوشینه سره زوایم چې د افغانستان په تاریخ کې کلچیو کې د بیرونه نه وارد شوی آیا موږ د دوه جوګه هم اوګه د چین ناراضي اوګه چې موږ کلچی او کیک پر دغه ملک کې پر د موږ د وزیر میز ما سو ورې ویلې د رئیس جمهور د میز نه نیولې د وزیر ته میز او د متعلم د شاګرد تر د تچاوکې پورې دا ټول په د افغانانو همدل ته په دې ملک کې جوړول نن دغه صنعت موږ ټول ختم شو د بورتوزی صنعت ټول زموږ ختم شو زموږ وزارتونه په دوه کې دي چې موږ پیسې څخل رټولې کو ما با په واره ویلې چې خلک افتخار په دوه کو چې زه څومره کار ایجاد کړم زموږ په پل کې افتخار دادی چې زه څومره پیسې رټولې کړم دا پیسې څه کوي دا پیسې خو بیرته خود دې د پوره به یار ټولوي چې ډبل $40,000 ماش په وخلی د افغانستان خلک $40,000 ماش دې کومه کو چې و وزیر یو موین او یو کارشناس دی ورکو دا غا سوپر سکیل ماشونه صاحب دا یو غټه مانې ده هاتو د موږ په رشد صنعت کې ځکه چې هلته $1,000 یو سړی ماش خلی زموږ کاریګر په همسایه ملکونو کې $200 یو کاریګر ته ماش ورکوي خو موږ نه کله چې کاریګر دلته استخدامه ووي ماته $1,000 ماش را که $1,000 ماش ور نه کړو کمپیوټر کار دی کمپیوټر کار ته که $1,000 ماش ورکوي موږ د تولید پورته ځي یعنی موږ ته په مشکله ده چې تولید وکړی ډېره مننه صاحب تاسو دواړه ډېره مننه مهمان خود آقای تمیم آسی کارشناس امور اقتصادی و استاد پوانتون خوش آمدید تشکر ما میخواییم راجع به اقتصاد یک بحث
بکنیم که بدون از اینکه افغانستان من نظر بگیریم، اول در اقتصاد بزرگی که آدم میتونه او را منعیس یک دیدگاه یک مکتب را انتخاب بکنه، اقتصاد بازار فعلا مکتب است که در دنیا از او استفاده عمده میشه، گاه گاه مداخلات هم صورت میگیره در او. اما در مورد مداخله های ممالک که اقتصاد جا افتاده و قوی داره، یک بحث است که رکود اقتصادی اخیر ثابت ساخت که امریکا و اروپا هر دو در این اقتصاد دولت ها مجبور بودن مداخله بکنن تا چپاول که صورت گرفته بود را دوباره یک شاخص جدید برش به وجود بیارن. شما در این مورد دیدگاه شما، من ایست یک شخصی که در امور اقتصادی تخصص دارین، چی هست؟ کمیره اگر برای افغان ها تشریح بتیم و باید زو بیایم سر ازی اثراتش بالای اقتصاد افغانستان. تشکر بسیار از سلطان زوسف، خوش شدم که فرصت با ما دادین و از طریق شما به بیننده های تلویزیون طلوع سلام میگیم. بحث ممالک جا افتاده یا کشورهایی که رو به انکشاف هستن یا انکشاف یافته هستن بعد از جنگ جهانی دوم، اینها نظام اقتصادی دنیا رو به دست گرفتن و طبعا نظام سرمایه داری ذاتاً یک قله داره و یک پایین‌آمد داره. فعلا واقعیت‌های اقتصادی دنیا فرق کرده به خاطر از این که امی سرمایه گذاری ها و همچنان قوت های اقتصادی و او قوایی که اقتصاد یک کشور میچرخانه، منابعی که به خاطر از او ضرور است، او از غرب به شرق آمده است و این واقعیت ها باعث از این شده که ما یک بازبینی کنیم هم تئوری اقتصادی را، هم واقعیت های اقتصادی را، هم پالیسی های اقتصادی را، نه تنها در امریکا و اروپا و رکود اقتصادی که در اونجا وجود داره، بلکه در کل دنیا. من هستی یک مکتب اقتصادی به خاطر از اینکه زمانی که آدم اسمیت مسئله عدم مداخله را یا مولی سفیر را پیش کرد، تا یک زمان او کار داد تا سال 1930 و در او زمان یک رکود شدید تقریبا 25 ساله در اروپا به وجود آمد و اینا کلگی از اینه یک دولت بستر یا یک اقتصاد بستر را تعقیب کردن. بعد از او کینز آمد و کینز شروع کرد گفتن که دولت یک رول عمده را داره، باید مداخله کنه به خاطر از اینکه منافع عامه و منافع مردم تضمین کرده باشه. فعلا یک لجام گسیختگی به وجود آمد در اروپا و در امریکا که در اونجا دولت ماند که هر کمپانی و هر شرکت به دل خود نظر به منافع خود با مردم و با سرمایه مردم و با منابعی که کشور داره بازی کنه و یک درس بزرگ برشان شده که عدم موجودیت قوانینی که منافع ملی و منافع مردمی را تضمین بسازه همیشه موجب یک رکود است و این منتجن به یک رکود. اینجا یک موضوع را شما اشاره کردین، بسیار موضوع مهم است، عدم موجودیت قوانین و همچنان عدم تطبیق قوانین موجوده که ما را دوباره به افغانستان میاره. بحث بسیار دلچسب است که یک وقتی او را دنبال میکنیم، بحث اقتصاد بزرگ جهانه. با وجود که قوانین وجود داشت در امریکا و اروپا، اما سرکشی ها از قانون صورت گرفت و تطبیق نشد قانون. در افغانستان عین مشکل ما داریم، قوانین داریم ولو که قوانین ما مکمل نیست، قوانین جدید نیست، یک بعض بخش ها اصلاحات ضرورت است، اما قوانین نیمکله ما تطبیق نمیشه. اینجا اقتصاد ما در انحصار یک چند بازیگر محدود افتیده و این بازیگرها اقتصاد سیاسی ساختن، برای که هم در اقتصاد پایشان دخیل بود و فهمیدن که والا با پولی که داریم میتونیم چوکی های دولتی و پارلمانی و قضا و هر جایی که دل ما خواست اثر بگذاریم. این بالاخره اقتصاد ما به جایی رسید که امروز من فکر میکنم که اقتصاد است که همه موضوعات بر اساس واردات، همه سکتورهای ضروری مملکت انکشاف نیافته و در زمانی که اقتصاد بازار ما بدنام میسازیم، ولو که اقتصاد نامکمل و قابل اصلاح است، اما پیش از اینکه به اقتصاد بازار برسیم افغانستان باید یک مرحله دیگه را تیر میکرد. ما میخوایم بفهم نظر شما رو بشنوم که در این مرحله قبلی، قبل از اینکه به اقتصاد بازار قدم بگذاره، دولت
با تطبیق یک استراتژی انتقالی در افغانستان چی باید میکرد؟ اول ما شما در یک سردرگمی اقتصادی قرار داریم، پالیسی های اقتصادی روشن نداریم، قوانین اقتصادی روشن نداریم، یک دیدگاه اقتصادی مشخص نداریم. ماده ای که در قانون اساسی است پیش بینی کرده که ما اقتصاد بازار آزاد داریم، ولی پیش هر کس برین از او یک برداشت خاص خود داره. در دنیا اقتصاد بازار آزاد 4 شکل داره، اشکال از او در افغانستان مشخص نشده. قانون اساسی افغانستانی مسئله را بسیار عمومی مانده، باز مانده، به می خاطر است که از این سوء استفاده های شده. بازار اقتصاد آزاد یا اقتصاد بازار آزاد ای لجام گسیختگی معنا نداره. اینجا دولت باید در زمانی که مارکت ناکام میمانه مداخله کنه. چی نوع مداخله؟ مداخله از طریق قانون کمترینش است و بزرگترینش است که حتی مستقیما میآید داخل بازار میشه، یا از طریق اضافه کردن سرمایه یا پول. از ابزار مختلف داریم، سیاست پولی داریم که از او استفاده میکنیم و سیاست مالی، امو فیسکال پالیسی و مانیتری پالیسی. این دو ابزار بسیار مهم است که دولت میتونه اقتصاد و دیدگاه اقتصادی را شکل داده میتونه. میم به سوال شما، اقتصاد بازار آزاد شرایط داره هم برای سکتور خصوصی و هم برای دولت. قوانین بازی را داره که در کجا امو خطوط قرمز وجود داره که از اونجا باید نگذره. دولت وظیفه‌اش است که باید بستر سرمایه گذاری را مهیا بسازه از طریق ارائه کردن پالیسی های واضح، قوانین واضح، دیدگاه واضح اقتصادی و همچنان زیربنای مؤثر. درست. زمانی که دولت این مسائل مهیا ساخت، سکتور خصوصی باید انجن رشد اقتصادی از او دولت باشه. درست. بازار یک سکتور اقتصادی سالم. بله سیب. ای هدف هر نظام اقتصاد بازار آزاد است. متاسفانه این در افغانستان خلط شده. نه تنها در افغانستان بلکه در اکثریت کشورهای پس از جنگ قسم میشه که حاکمان مجریان اقتصادی میشن و این خطرناک است. بله. و این بسیار زیاد خطرناک است برای یک کشور. و او باید یک تنوع وجود بیاید و صنایع کوچک و متوسط باید در کشور رشد یابد که اونمونا درایورها یا گرداننده های اساسی اقتصادی باشن، نه کمپانیای بزرگ. ما مثال های هند داریم، انحصار خود داشته باشه. ما مثال های هند داریم. بله. مثال های کشورهای افریقایی را داریم که یک طبقه حاکم آمد، چند کمپانی بزرگ جور کرد، کمپانی های خرد زیر پای کرد و امروز ما سرنوشت را میبینیم در کجا را. بنابراین دولت وظیفه‌اش است که قوانین واضح بسازه، پالیسی را واضح بسازه، زیربنا بده و سکتور خصوصی را خصوصا متشبثین کوچک و متوسط ترغیب کنه، تشویق کنه، از طریق دادن معافیت ها، از طریق های مختلف است که میتونه اونا رو بده. بحث قبلی که ما درباره پارک های صنعتی گوش کردم بسیار جالب بود. پارک های صنعتی در کل دنیا به خاطر تشویق سرمایه گذاری است. در افغانستان این برعکس شده، فرار سرمایه گذاری شده. دلیلش چیسته؟ پارک صنعتی بسیار یک گپ مفشن شده در افغانستان. زمانی که پارک برازی که یک کار گرداننده دولتی کار خود نشان بده، ما پارک ساختیم. بله بدون ازی که دیگه ضروریت. ولی پارک صنعتی که از پارک صنعتی پیش از او کویلان شوا و پیش از او حتی که به تجارت داده شوا، او یک زمین خالی و مردود نیست. برای از او باید زیربنا جور کنین، برقش را جور کنین، سرکش را جور کنین، مسائل ترانسپورتش را جور کنین، بعد از او قوانین و پالیسی پارک صنعتی را جور کنین و بعد از او معافیت هایی که شامل از او پارک صنعتی میشه داده شوه. بدبختانه در افغانستان پارک صنعتی موازی به یک زمین کلان بسر و بپای که هیچ صاحب کس نداره از او استفاده کنه. دو موضوع دیگه ای را که در صحبت های شما باید دنبال بکنیم، یکی موضوع فیسکال پالیسی گفتین، سیاست مالی و سیاست پولی. سیاست پولی ایمانی به اساس یک سیاست مالی باید عیار شوه. امروز ارزش افغانی در منطقه یک ارزش است که برش تعیین شده، یک ارزش مصنوعی است و این ارزش مصنوعی ایوازی که فایده بکنه به اقتصاد افغانستان، به اقتصاد داخلی افغانستان، این واردات تشویق میکنه. در این مورد میخوایم راجع به نظر شما رو بشنویم. سیاست مالی و سیاست پولی بحث های بسیار بزرگ اقتصادی است. میایم سر اثار افغانستان.
خصوصا بلند رفتن ارز افغانستان در مقابل دیگر اسعار منطقه خصوصا این یک مشکل عمده است. چون شما قسمی که گفتین پول افغانی یک ارزش مصنوعی داره و این به عقبه از این صادرات یا تولیدات کشور افغانستان نیست، عقبه از این کمک های خارجی است و اسعار خارجی است که کشورهای خارجی که اینجا آمدن و اینجا عسکر دارن اونا آوردن. این خطرناک است بر صادرات و واردات ما و در مجموع بر پالیسی تجارت خارجی ما که البته نداریم ما در افغانستان. ما یک پالیسی تجارتی واضحی نداریم در افغانستان که بگوییم که ما این زیادتر عکس العملی است و قسمی که شما گفتین این واردات را تشویق میکنه. شما ببینین مثال چین، مثال هند، مثال یک تعداد کشورهای دیگر که در اونجا یک مارجن داره یا یک حاشیه داره که اگر از اونجا بالا بره او بسیار خطرناک تلقی میشه برای یک کشور و مخاطر حتی دولت ها تبدیل میشه. چین ببینین که چی مقاومت میکنه در مورد پیسیشان ارزششان، به خاطر از اینکه اونا میفهمن که اگر احیانا امی پیسیشان یا پولشان که هسته ای کم و زیاد شوه، این تاثیرات بزرگ را بالای بیلانس اقتصادی از اونا داره، بالای وارداتشان داره، بالای صادراتشان داره و باعث بیکار شدن صدها و حتی هزارها و میلیون ها چینی میشه که وابسته به صادرات هستن و وابسته به فابریکایی هستن که به امریکا و دیگه بازارهای مسئله. موضوع دیگه که میخوایم از صحبت شما برداریم و بالش بحث کنیم راجع به تشویق اقتصاد محلی، مخصوصا وقتی که گفتیم که صنایع کوچک و متوسط و از او کدام دورتر بریم در قرا و قصبات افغانستان صنایع محلی را تقویه کردن که در تمام ممالک روبن انکشاف اینمی ستون فقرات یک تحرک اقتصادی است، اما در افغانستان ما برعکس، یک موضوع امنیت است مندار یک مشکل است و در عین زمان نداشتن یک پالیسی واضح و در عین زمان ما بعضی ساختارهایی را که حتی نیمکله در افغانستان کار میکرد برای اینکه دهاقین ما را کمک بکنه او را از بین بردیم در سالهای اول، مثلا بانک زراعتی را، بانک انکشاف صنایع را، بعض ساختارهای دیگه که ممد از او بود، مثلا کود کیمیاوی و دیگه و دیگه، اینا امکان داشت که اصلاحات دو بیایه و به قرا و قصبات ما برای ساختن یک زیربنای اقتصادی ممد واقع شود. آل کدام اقدام وجود داره شما میبینین؟ چون در این مورد کمک آشنایی دارین شما. بانک های انکشاف زراعتی و بانک های انکشاف صادرات یا تجارت در کشورهای مختلف نامه مختلف داره، ستون فقرات اقتصاد انکشاف اقتصادی یک کشور است. بدون از اونا یک کشوری که غریب است و تاجر از او دسترسی به قرضه نداره ممکن نیست. اقتصاد محلی در افغانستان آینده افغانستان است. ما 70-80 فیصد مددهات زندگی میکنن و دکاندار هستیم. بناهن چی کمک کده میتونیم؟ اول یک پالیسی واضح صنایع در افغانستان نیست که ما چی میخواییم بکنیم، چی در صنایع بزرگ، چی در صنایع متوسط، چی در صنایع کوچک. و این پالیسی را تا جایی که من خبر دارم یک مسوده شده بود یک زمانه ولی فعلا نهایی نشده. وقتی که پالیسی واضح شد باید ما تمرکز کنیم ببینیم روی کدام صنایع ما میخوایم در افغانستان قوت ما در کجاست و کشورهایی که توانستن خود از طریق صنایع بکشن یک جایی و اقتصاد خود رونق بدن، موفقیت از اونا دهی بود که اونا یک طریقی بسیار تمرکزی یا به شکل فکری که در سر چند مسئله بسیار محدود تمرکز کردن، سرمایه گذاری کردن، چی سرمایه گذاری اقتصادی، چی سیاسی، چی اجتماعی و او را رشد دادن. مسئله دیگه که دهی بخش بسیار مهم است دولت سالم است. اقتصاد یک ثبات دولتی و یک ثبات سیاسی کار داره. زمانی که این باشه و خصوصا در سطح محلی، زمانی که ما و شما یک ولسوال داشته باشیم، یک قریه‌دار داشته باشیم، یک ولی داشته باشیم که فکر اقتصادی نداشته باشه، این بسیار مشکل است که مسئله رو به حساب ما و شما به او چی بسازیم، او را قیده بدیم. یک مشکل دیگه که ما در افغانستان داریم و این بسیار مهم است که ما باید این را بگوییم است که مسائل اقتصادی در افغانستان همیشه از چشم انداخته شده بود. ما تا روز امروز هم سه
سیاست سیاست میکنه در حالی که نمیفهمیم که عقبه سیاست عقبه امنیت اقتصاد است بله. برای یک نفر در قریه مهم است که آید سر دسترخانش چای و نان است او نمیفهمه که رئیس جمهور کیست نمیفهمه که وزیر کیست اما هنوز هم در فکر زایش هستن به خدا پرسان کنیم در خریجات میگن والا با چای ما زایش هست چون برازو مهم اقتصادش است مهم حسابش است زنده بودنش زنده بودنشان است و ایران باید درک کنیم که ما در یک مقطع فعلا قرار داریم که کمک های خارجی تا دو سه سال بعد میره ما باید فکر منابع عوایدی رو کنیم که عاید داشته باشه و از او اقتصاد خود بچرخانیم و این انتقال اقتصادی فعلا ما یک پروسه انتقال امنیتی داریم بدبختانه بسیار کم سر یک انتقال اقتصادی فکر شده که افغانستان از این اعتیاد به کمک های خارجی چطور برای بحث بسیار عمده است که به طور مثال زمانی که قوای خارجی از افغانستان خارج میشه و کمک ها تقلیل میافه مامدار شاید بعضی کمک ها قطع شود امی قوای امنیتی خود ما چطور ضروریات را تکافو بکنیم سال 5 میلیارد دلار بودجه سکتور امنیتی ماست موضوع دیگه که به نظر ما بسیار مهم جلوه میکنه در بحث اقتصادی که زمانی که تشخیص بکنیم که کدام سکتور یا کدام بخش برای ما قوت اقتصادی میبخشه و زودترین حاصل میده باید بالای ازو سرمایه گذاری شود مثلا زراعت در افغانستان ما پوانتون ها داریم در هر ولایت تقریبا آله یک مسابقه پوانتون سازی است که باید کلگی پوانتون ساخته داشته باشیم فارغی نیزاری چی میکنیم و هیچ معلوم نیست اما مکاتب مسلکی که ما میتونیم در او کادرهایی را تولید بکنیم و تربیه بکنیم که در سطح محلی رول بازی کرده بتانند که اونمو اصل اساس اقتصادی را به وجود میاره و زراعت ما یک سکتور است که زودرسترین است در این مورد هیچ کاری نشده بیایم سر بحث بزرگتر دیگه که سیستم توزیع است حتی تولیدات بسیار کم و ادنای زراعتی ما سیستم توزیع در اینجا چه قرار داره به نظر شما؟ در هر کشور اقتصاد از او کشور باید تمرکز کنه سر چند سکتور قوتی که او کشور داره یا مزیت نسبی و مزیت مطلقی که ما در اقتصاد برش می نامیم افغانستان آینده افغانستان روی چهار سکتور استوار است زراعتش برای کوتاه مدت بله. چون منابع بر ما اثار میاره یک سیستم خوب مسئولیت غذایی ما میتونه باشه و همچنان صادرات ما مثل زودرس است معادن ماست معادن ما و شما یک کمک وقت میگیره و یک ثبات سیاسی و امنیتی مسئله امنیتی کار داره ترانسپورت است افغانستان میتونه یک هب ترانسپورتی منطقه باشه بله. به اساس موقعیتی که داره و مسائل ساختمانی و زیربناست که تجارای ما میتونن روی از او سرمایه گذاری کنه بیایم سر زراعت افغانستان یک کشور زراعتی است اقتصاد زراعتی است و زراعت رول عمده را داره زراعت باید روی دو مسئله تمرکز کنند. اول مسئولیت غذایی مردم افغانستان پیش از اینکه در تجارت و در دیگه مسائل تجارت زراعتی برن باید خود از نگاه از این خوشسالی های متواتر که داریم از این و از طریق تولیدات مرفوع بسازیم بعدا اقلام زراعتی پربهای کس بر از اونا ما باید زنجیری تولیداتی و زنجیری تجارتی جور کنه به این معنا انار ما است سیب ما است انگور ما است ما این اقلام است که ما این را میتونیم پکیج سعی کنیم سورت سعی کنیم و اینا را به بازارهای منطقوی که ما از به شکل عنانوی وجود داشته از او استفاده کنیم و همچنان به اروپا و امریکا بازارهای جدید پیدا کنیم و این بر ما بسیار عاید میتونه بیاره در این زمان آقای آسی مهم هم است که یک کم در این بخش برای از اینکه ارزش تولیدات بالا ببریم در خود افغانستان سرمایه گذاری های صورت بگیره در مورد تولید مشتقاتی که از میوه‌جات ما میتونیم جوس و مربا و فرض میکنم دیگه موضوعات حتی در مورد تولیدات ادویه
که ما میتونیم از بوتهای زعفران است استفاده بکنیم در افغانستان. در این مورد یک پالیسی بسیار وسیع کار است که متاسفانه نداریم. عدم تطبیق قوانین مالدار یک مشکل است که در راجی به این موضوع صحبت کردیم. اما حال متاسفانه قانون اگر وجود هم داشته باشه، اقتصاد سیاسی شده در افغانستان و این اقتصاد سیاسی بالاخره ارتباطات داره با اقتصاد منطقه. چرا اینا در افغانستان ما به اصطلاح مارکسیست ها کمپرادور هستن، بزنسمن نیستیم، عموماً همی دلال های هستن که وارد میکنن و به بازار عرضه میکنن و باز خودشون حتی امدام پرچون هم مفروشن. اثرات توطئه منطقوی در اقتصاد افغانستان به چی شکل میتونه که جلوگیری شوه؟ این سوال شما دو بود داره. اول ایست که زیادتر کشورهای منطقه مسائل اقتصادی را و عمدتاً ترانزیت به حیث عالی فشار سیاسی علیه افغانستان به خاطر تضمین منافعشان استفاده میکنند. درست. این یک بود مسئله است. بود مسئله دیگه ایست که ما در افغانستان یک گروه خاص یا یک تعداد کسایی داریم که اقتصاد انحصار ساخته و اینا به می شکل کارهای دیگه را در دست دارند. در نظام و در حکومت فعلی که به حساب و عدم در افغانستان در جامعه که وجود داره اینا زیادتر من عقیده تیوری توته زیاد عقیده ندارم، ولی هدف ایست که اینا رول عمده را بازی میکنن و نقش دارند در این مسائل. افغان ها چی کرده میتونن؟ رای حل چیست؟ رای حل ایچسه که ما اول باید کارخانگی خود کنیم، بگویم ما منظور ما از بازار اقتصاد بازار آزاد چیست؟ یک. دو، چی مدل اقتصادی رو ما میخواییم بر افغانستان؟ زراعتی میخواییم؟ صنعتی میخواییم؟ در چارچوبات بر بازار ور از اونا باید پالیسی ها و قوانین جور کنیم. و زمانی که ما چارچوبات قوانین جور کردیم باید ببینیم که تمرکز شوه سر چند مسئله خاص، چند سکتور خاص که بر ما نقاط قوت ماست و ما از سالها داشتیم، مثلا زراعت ماست، معدن ماست، بخش ترانسپورت است و دیگر. و از این گذشته ما تشویق سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی را کنیم. فعلا فرار میکنند. دلیلش ایست که یک سردرگمی در نهادهای وجود داره که سرمایه را جلب میکنند. حالا یک تجار می نمیفهم وزارت تجارت بره، آیسا بره، ایپا بره، کجا بره، هر کدام از اینا تصدیق نامه میتن. با کلش باید بره. هر کدام از اینا تصدیق نامه میتن. و یکی از ناکامی های که کشورهایی که در این بخش داشتنی بوده که اونا زمانی که ما چندین نهاد داشتیم تجار سرگیج میشه، میگه که دیگه مرا تیره سرمایه گذاری. زمانی که یک مرکز واحد وجود داشت و کل مسائل سرمایه گذاری از اونجا جذب شد و بعد از او تسهیلات برش فراهم شد، او وقت است که ما میتونیم موفق باشیم در مسائل اقتصادی خود افغانستان. و یک گپ دیگه که در اقتصاد افغانستان بسیار رول عمده داره ایسته که ما باید از یک فکر جدی و اساسی بکنیم که پالیسی های اقتصادی ستون فقرات پالیسی امنیتی ما باشه، پالیسی سیاسی ما باشه و پالیسی اجتماعی ما باشه. برد امریکا در جنگ جهانی دوم و در جنگ سرد اقتصادش بود، نه قوت نظامیش و نه هم ثبات سیاسیش، و این چیز است که بسیار کم درک شده با وسیله در مورد امریکا. شما مرا مجبور میسازید که یک سوال دیگه بکنم در مورد همین توافقات استراتژیک یا معاهده استراتژیک یا هرچی که نام پیدا خواهد کرد. بالاخره در اینجا در جرگه که گذشت بحث تخصصی در موارد بسیار عمده باید صورت میگرفت در کمیسیون ها. زیادتر تلاش سر ازی بود که کی رئیس کمیسیون باشه که باز در پودیم بخیزه باز فیصله های کمیسیون را قرائت بکنه، اما بحث تخصصی هیچ در هیچ موارد عمده بود که باید صورت میگرفت. هم موضوع اقتصاد بود، موضوعات سکتوری دیگه بود، موضوع ترانسپورتیشن بود که امروز بزرگترین ضربه که اقتصاد افغانستان میبینه از در سکتور ترانسپورت است که یک تعداد شرکت های هوایی خارجی میاین افغانستان بدون از اینکه افغانستان خبر باشه یا اجازه برشان بده. یک تعداد زیاد مردم میان بدون ویزا به پایگاه ها میرن. یک تعداد زیاد مردم
کار میکنن بدون اینکه ما بفهمیم که اجازه کار دارن یا ندارن. اما این در جرگه بحث نشد متاسفانه. وظیفه حکومت این بود که این جرگه را به شکل تخصصی راهنمایی میکرد، حداقل به زو جرگه حکومتی بود باید کار میشد. اما اثرات از این در یک پیمان استراتژیک امیدوار هستم که در آینده بالاش بحث شود. من عنوان سوال آخر میخواستم دید شما را بعد از این، بعد از این که ما از این امکانات 10 ساله که برخوردار بودیم و استفاده ایش نکردیم، امکانات بین المللی، بعد از این که ای از سر رای ما دور میشه و مجبور هستیم که رای خود خود ما بیافیم، زیادترین توجه بالای چی صورت باید بگیره در بخش اقتصادی؟ اول ما و شما مشکلی که در افغانستان بوده خصوصا در بخش کمک‌های خارجی نبود رهبری و مالکیت و اولویت سازی از طرف دولت مردای اقتصادی افغانستان بوده و همچنان از طرف دونرها و کشورهای تمویل کننده بوده که اونها اجندای خود داشتن و شرایط خود داشتن که بحث مؤثریت از این کمک‌ها یک بحث بسیار بزرگ است که باز میشه سرش گپ بزنیم. افغانستان یک فرصت نهایی داره تا 2-3 سال بعد و باید از این فرصت استفاده کنه که کمک‌های خارجی را به خاطر احیای 3 سکتور عمده جهت بده. اول زراعت، دوم معادن، سوم ترانسپورت و استفاده کردن افغانستان به حیث یک هب ترانسپورتی بر منطقه و همزمان به بالایش میتونه کار شوه. بالایش و اینا برای چند لازمه ضرورت داره: امنیت، قوانین واضح و یک تحصیلات عالی مؤثره که افغانای ما شما با مهارت‌های لازم تجهیز شوند تا این 3 سکتور ما را برسانند و وی را تداوم ببخشند. این اهمیت داره. کار به اهل کار سپرده شود تا بتونن راهنمایی بکنن اینجا. با امید از اینکه امور روز بیایه از اینکه شما تشریف آوردید. تشکر. بحث اقتصاد و بحث اقتصاد افغانستان یک بحث بزرگ و دامنه‌دار است که ایجاب میکنه در رأس از این بحث حکومت افغانستان و رهبری های لازمه که سکتور اقتصادی از طرف حکومت باید شود و جاگزین شود. همچنان در شرایط فعلی زمانی که ما آمادگی میگیریم تا همی انتقال قدرت، مسئولیت های امنیتی و مسئولیت های مرتبط دیگر که در رأس از او باید مسئولیت های اقتصادی باشه، طوری انجام بیافه که ما بتونیم در چوکات یک اداره اصلاح شده، در چوکات یک اداره آگاه از قوانین و آماده برای تطبیق قوانین این آمادگی ها را بگیریم. تا زمانی که افغانستان در بحث اقتصادی یک پالیسی وسیع و عملی را که مطابق شرایط عینی و افغانستان عیار نشده باشه آغاز نکنه و برای پیاده کردن از او پالیسی ها آمادگی های لازمه نگیره، ما همیش در گرو بازی های منطقوی و جهانی با یک اقتصاد وابسته، با یک اقتصاد لجام گسیخته و با یک دست دراز برای طلب کمک از دیگرها نشسته خواهد بودیم و افغانستان در این تب خواهد سوخت. با امید از اینکه ما بتانیم از این تب سوزان با تدبیر خارج شویم از شما خداحافظی میکنیم تا برنامه آینده و روز آینده. خدا نگهدار.